262. سلام مجدد. آرمین یه سری سوال من میپرسم، اگه میشه تو جواب بده، کوتاه میگم شاید چون برسم به اون بحث اصلی. تو در مورد این حرفایی که بچه‌ها زدن هم سوال بپرسم. یکی این که البته قبلش هم یه توضیح کوتاه میدم، مثلا اینکه من خیلی دنبال حکومت شاهنشاهی نیستم، این که اگه الان میخوام از رضا شاه دفاع کنم به این معنی نیست که من یه حکومت شاهنشاهی میخوام، یعنی این نیست که من شاه قبلی رو برداریم یه شاه دوباره شاه رو برداریم یه شاه، اینو من قبول ندارم. اما در مورد رضا شاه، قانونی که قانون منع حجاب، آیا قانون منع حجاب بوده؟ من فکر میکنم قانون منع پوشش های اسلامی بوده، یعنی اینکه شما همون موقع هم میتونستید کلاه بذارید و لباس هایی که یقش بسته است رو بپوشید، به اضافه اینکه شلوار هم که پا بوده، که یعنی جایی از بدن که قرار نیست مشاهده بشه توی اسلام و حجاب اسلامی رو میگن رعایت کنین، میتونستید شما دور رضا شاه هم داشته باشید. ولی مدل لباس اسلام، یعنی اون مدلی مثل چادر و پوشی و نقاب و اینجور چیزها رو ممنوع کرده. به نظرم حجاب ممنوع نبوده دور رضا شاه، این رو درست میگم یا نه؟ ببینین این که حالا اسلام چی میگه و مردم عقایدشون چیه، این دو تا چیز مختلفه. این حالا شما خودتون برداشتتون از اسلام اینه که مثلا، یا برداشت بقیه ممکن این باشه که شما تا وقتی که پوشش داشته باشین مشکلی نداره. خب اینا عقایدش این بود که نه، باید حجابمون اینطوری باشه و فکر میکردن این دور اینش اینه که اسلامه و اینه که عقیده ماست و اینه که فرهنگ ماست و اینه که اسلام ماست. شما میاد براشون تعیین میکنه که نه اسلام اینو نمیگه، اسلام اینو میگه. خب اونا هم نظر نبودن باشه. من فکر میکنم به طور کلی حکومتی که بیاد به مردمش میگه که اینو بپوش اینو نپوش، واقعا یه جایی رسیده که نباید رسیده باشه. میدونی ازم چه؟ یعنی واقعا دخالت توی یعنی جمهوری اسلامی شده دیگه، یعنی دخالت توی این که نه البته همه چیش مثل این اصلا مبالغه است، خیلی جمهوری اسلامی به شدت بدتر، به شدت بدتر. ولی از این لحاظ من فکر میکنم هیچ حکومتی نباید حق داشته باشه که بیاد به مردمش بگه که چی بذار رو سره چی نذار رو سره. اصلا تو چه کاره ای؟ یعنی دولت باید امنیت رو برای مردمش، اصلا نمیدونم، این خیلی خیلی رول یه جور دیگه در نظر بگیر. ببین آمین، تو مثلا الان میایی در نظر میگیری که آمریکا یه زمانی در ژاپن میتونست اون مداخله رو انجام بده ولی الان نمیتونه، خب؟ ولی در نظر نمیگیری که ببین مثلا میتونی در نظر میگیری که آمریکا یه زمانی توی ژاپن میتونست بگه که قانون اساسیتون این باشه، ولی الان قدرت اون رو نداره که الان به افغانستان بگه که شما هم یعنی قانون اساسیتون این باشه. این حرف خودت بود دیگه، درسته؟ قدرت آمریکا تغییر کرده و عوض شده. بله، کمتر این قابلیتو داره، درسته؟ درست. خب همون موقع هم به نظرم حکومت میتونسته به مردم بگه که این لباسا رو بپوشین. این قیاس درسته یا نه؟ که مردم میتونسته به مردم این تحمیل رو انجام بده ولی الان نمیتونه این تحمیل رو، چون اون موقع نمیتونسته تحمیل... اون موقع نمیتونسته. نه به مردم ژاپن مثلا بیاد بگه این لباس نپوشید. نه نه، این موقع حکومت رضا شاه رو میگم، رضا شاه به مردم میتونسته اونه. اگه رضا شاه رو میابرده من البته باید برم همون تاریخ ژاپن رو... من برم تاریخ ببین من وقتی گفتم میتونسته منظورم این نیست که به حق بوده. خب من اگه میگم یه کسی زورش میرسیده میتونه این که یه کاری رو بکنه، معنیش نیست که این کار درست بوده. یعنی من وقتی میگم میتونسته معنیش نیست که تاییده این هست که این کار درسته. خب من اگه مثلا ببین من اگه میگم ببین شما من اگه مثلا میگم دولت آمریکا یه مقدار زورش بیشتر میرسیده، معنیش نیست که چون زورش بیشتر میرسیده هر کاری میکرده پس درسته. درست. یعنی خب ولی خب در مورد رضا شاه نظرت اینه که نباید میکرده. به نظر من بهتر بوده که انجام داده، نه اسلام رفته زیر سوال نه عقاید مذهبی رفته زیر سوال. ولی اینکه چه سودی داشت؟ ببین رضا شاه کار خوب زیاد ببین من نه اصلا نمیخوام کارهای خوبشو بکشم به وسط که بگم اینجا مثلا غلط، من میخوام سر همین یک کار خودش، همین یک کاری که در مورد پوشش انجام داده، این یک کارش به نظرم باعث شده که زنان بتونن بیان توی جامعه. خب این یعنی اینکه یک زنی وقتی در قالب اون پوشش سنتی بوده نمیتونسته وارد جامعه بشه، ولی وقتی که با پوشش مدرن بوده میتونسته. به نظرم خیلی تاثیر داشته. من نمیدونم شما چادر تو سرتون باشه چجوری باعث میشه که نتونین وارد جامعه بشین. نه وقتی شما چادر تو سرتون باشه به این معنیه که شما یعنی
به این معنی که شما حتما یه سری چیزهای دیگر هم پذیرفتین. یعنی این نیست که چادر فقط چادر باشه. چادر یک نماد از حکومت اسلامی، یعنی یک نماد از اسلامه. یعنی که آره، ولی چه کشورهای اسلامی دیگه داریم که مثلا مثل جمهوری اسلامی بهش حقوق زنان گرفته نشده، خب، و مردم حق دارن هم بی‌حجاب باشن هم با حجاب باشن. و شما میرین دانشگاه میبینی زن بی‌حجاب کنار زن با حجاب تو کلاس درس نشسته، جفتشون خب دانشگاه دارن تحصیل میکنن. الانم تو جمهوری اسلامی اینه دیگه، دختری که من میگم که چرا لازم داره که من میگم اگه شما فرصت بدین به همه زنها، من فکر میکردم یه تحول نیازمند بود، یه تحول لازم بود اون موقع. من اتفاقا این باعث میشه این ببینی این اصلا دولت چرا وارد این بشه که مردم بگی شما عقایدتون چی باشه. دولت باید وظیفه‌اش اینه که یک محیطی رو به وجود بیاره که مردم حق آزادی بیان دارن و بهش بزن و مرد فرصت یکسان بده که هر مقامی، هر تحصیلاتی رو بخوام بکنن، هر کاری میخوام بگیرن و هر تحصیلاتی رو میخوام بکنن. ببین این که ما بیان بگیم که چرا حجاب بده، این کار آرمین، این کار دولت نیست، کار ما. یه کار دیگرم در نظر، یه جور دیگرم در نظر بگی. ببین من برای اینکه نمیخوام طولانی بشه این مثالو میذارم، مقایسه میکنم، بعد خودت نظرت رو بگو دیگه تمومش کنیم بس. چون یه مثال، مثلا من توی جامعه‌ای که زندگی میکنیم یه چیزی وجود داشته به اسم سیستم حکومتی قدیمی خان و خانبازی. خب خانایی که نیروی نظامی هم داشتن، این نبوده که یه خان فقط یه ابهت چیز باشه، نیروی نظامی هم داشته یه خان توی منطقه خودش، و رضا شاه اینا رو جمع کرده، در حالی که خیلی از مردمی که اینجا زندگی میکردن توی ایران اون حکومت خان و خان بازی رو من میگم قبول داشتن، ولی رضا شاه وقتی جمع کرده و بعد یه سیستم جدید اومده و سیستم بوروکراسی مدرن رو براشون آورده، این جدیده رو بیشتر ترجیح دادن. خب آیا این که به زور اون حکومت خان و خان بازی رو جمع کردم یه کار خلاف بوده یا نه؟ ببین تو حتی اگه مثال بتونی بیای بزنی، من یه جامعه رو براتون مثال بزنم که بگم که ببینید این عقیده، من میتونم به طور کامل بیام نشون بدم که این عقیده رو اگه این کتابو یک کتاب خب آزادی بیان یک کتاب هست که این کتاب اگه غیر قانونی بشه خب به نفع جامعه میشه، فقط این یک کتابو خب، و واقعا بیام محاسبه کنم که نشون بدم که به نفع جامعه است. خب درست هم بشه و بگیم خب پس این اگه به نفع جامعه است، این حکومت بیاد این کتاب غیر قانونی بکنه چه مشکلی داره؟ خب بقیه چیزا که قانونیه. خب مشکل اینه که اگه این حکومت میتونه این کتاب غیر قانونی بکنه، معنیش اینه که ما تو قانون اساسی این کشور یک چیز محکمی نداریم که حکومت نتونه وارد یک همچین بحثی بشه که چه عقایدی قانونی باشه چه عقایدی غیر قانونی نباشه. خب و تویی که داری پیشنهاد میکنی که این کتاب غیر قانونی باشه، تو هیچ تضمینی برات وجود نداره که از این قابلیت حکومت تو قانون که تو قانون اساسی شلوش گرفته نشده، فردا این حکومت نیاد حرفای خود تو رو غیر قانونی بکنه. این نظرم چیه؟ یعنی من میگم که هزینه هایی که یک جامعه ممکنه بده به خاطر اینکه این قابلیت رو ما دادیم به یه حکومت که بتونه بیاد توی لباس‌های شخصی، تو عقاید شخصی، تو زندگی روزمره مردم دخالت بکنه، هزینه‌ای که این جامعه ممکنه یه زمانی به خاطر اجازه این کار به حکومت رو بده، مخصوصا ما بی خداها، شما فکر میکنید ما بی خداهای اسلام ستیزی که هستیم فکر میکنید که ما تو جامعه‌ای که ما به حکومت اجازه دادیم که به مردم بیاد بگه که شما حجاب رو سرتون نباید باشه، ما اصلا تصمیمی برای ما وجود نداره، ما که از همه خیلی از ماها از بقیه اصلا از ما متنفرتر هستن. ببین حتی کسایی هم که مسلمان نیستن، همین رضا پهلوی الان خودمون، خب که زنده است، همون یعنی رضا پهلوی اول اون نوش خودش اومده اصلا میگه ایران آینده مثلا ایرانی نباید باشه که مثلا که مردم بتونن اسلام ستیز بشن، یعنی اصلا علیه اسلام صحبت بکنن. خب شما فکر میکنید که وقت چقدر این حرف طرفدار داره برای بعضی حتی کسایی که علیه جمهوری اسلامی هستن. یعنی من میگم ما توی کاملا منطقی، منم قبول کردم کاملا حرفت منطقیه، یعنی من الان فهمیدم حرف من کاملا غلط بوده. یه سوال دیگه هم این که نه واقعا من کاملا غلط بوده دیگه جایی نمیمونه برای یه سوال دیگه این که
من فکر میکنم باز من دارم از تو سوال میپرسم، این که به نظرت این که اصلا آمریکا پذیرفته با یه چیزی مثل طالبان یه حکومت هنوزم دوست ندارم بگم حکومت، یه چیز بدی مثل طالبان حرف بزنه و این که اصلا اینو به رسمیت بشناسه به عنوان یه گروهی که صلاحیت این رو داره که بر یک جامعه حداقل بر بخشش حکومت کنه، کار درستی بوده؟ یه بار دیگه بپرس. آیا این که آمریکا و حکومت آمریکا پذیرفته که اساساً ماهیت وجود ماهیت طالبان رو تایید بکنه و بپذیره که یه چیز بدی مثل طالبان وجود داشته باشه و بعد یه بخشی از مردم افغانستان حکومت کنه؟ نه من کاری ندارم، میتونست بگی که اصلا به من ربطی نداره، شما هم مردم افغانستان هر بلایی سر خودتون میارید بیارید، هر حکومت بی خودی که میذارید برای خودتون بذارید، ولی من این وحشی بازی ها رو به عنوان حکومت قبول نمی کنم. نمیتونست این رو بگی؟ مثل اینی که یه هیولایی مثلا تو خونه شما زندگی داره میکنه و همه چی رو هم داره میرزه، هم هر چنگایی هم یه بچه رو میخوره، بعد شما بیاین بگین که من اصلا جوری میخوام رفتار بکنم که مثلا این تو خونه ما زندگی نمیکنه. نه خونه آمریکا نبود، اونجا خونه افغانستان بود. ببین مردم افغانستان خودشون دوست دارن یه حکومت بدی، به فرض من این جمله رو اصلاح میکنم، به فرض مردم افغانستان دوست دارن حکومت طالبان باشه و میتونست آمریکا به طالبان بگه اگه اقدامی ضد امنیت مردم آمریکا انجام بدی من باید برخورد میکنم، ولی در ضمن حواست باشه من به عنوان اینکه تو رو قبول کنم به عنوان تو یه مدل از حکومتی، من تو رو قبول ندارم. خب بعد طالبان میگه که ما طالبان هیچ وقت اولا که این کارو کرد، هم دولت آمریکا گفت هر موقع که طالبان برای امنیتش هزینه داد آمریکا جواب داد، و آمریکا هم تا حدود 20 سال گفتش که ما طالبان رو اصلا قبول نداریم به عنوان حکومت افغانستان. خب طالبان هم گفتش خب تو لازم نیست منو قبول، ما هیچ وقت، طالبان گفت من هیچ وقت منتظر تو نبودم که تو منو تایید بکنی، ما منتظر تاییدیت دولت آمریکا نبودیم، ما اسلحه داریم، ما حمایت میکنیم و ما حامی داریم به اندازه کافی، و ما برای همین به اندازه کافی هست که بالاخره یه روزی پیروز بشیم. یعنی من موندم تا این چرا آمریکا طالبان رو تایید کرد وقتی که نماینده آمریکا میشینه پشت یک میز با نماینده طالبان حرف میزنه؟ به خاطر اینکه قبول داریم چیزی وجود داشت، نه بالاخره قبول کرد. میتونه اگر تا امروز هم قبول نمیکرد و از افغانستان میرفت بیرون. ببین این کار رو برای اینکه میخواست که ببین این روشی رو که تو داری میگی تا کلی سال تجربه کرد دولت آمریکا و نتیجه نداد. مشکل دلیلی که مجبور شد دولت آمریکا مجبور شد با طالبان مذاکره بکنه این بود که میخواست وقتی که داره میره بیرون، خب سعی داشت میکرد که شکستم خورد که طالبان رو قانع بکنه که فقط اون حکومت رو در دست نگیره. یعنی وقتی که آمریکا بره بیرون بلکه میدونست که نمیتونست یه حکومت بدون طالبان باشه، طالبان انقدر قدرت داره که حکومت آینده افغانستان طالبان حتما توش خواهد بود. برای همین آمریکا میخواست حداقل یه حکومتی باشه که طالبان قسمتی از اون باشه، نه همه اون باشه. تنها جوری هم که آمریکا به نظرش رسید میتونه یه همچین نتیجه‌ای رو بگیره این بود که یک مذاکره رو بین دولت افغانستان و طالبان راه بندازه، مگر نه؟ ولی خب سعیش هم کرد، شکست هم خورد، ولی دلیلش این بود، دلیل این که مجبور شدن با طالبان صحبت بکنن این بود که راه دیگه وجود نداشت برای اینکه یه مذاکره راه بندازن که بتونن با همینا قدرت رو با هم تقسیم بکنن. ولی خب الان یه سوال دیگه میپرسم، این سوال آخری سوال که من برم سوال قاسم. نه یه سوال میخوام، بحث چیزم مونده اون آیه قرآنی که آوردم، اگه میتونم من آخه ببین میشه یه روز دیگه، برای اینکه ساعت من موندم امروز بعد برم روز 3 ساعت و ربع بشه. سه ساعت و نیم بشه. آخه ببین من دارم از گرسنگی دارم میمیرم، اگه 3 ساعت هم موندم باشه میشه آیه چیزو بیاریم، آیه 190. نه اونو بذار یه روز دیگه، اون روز دیگه سال اولت باشه. طولانی نیست، خیلی طولانی نیست، نهایتا 2-3 دقیقه است، نهایتا خیلی طولانی نیست. کدوم آیه؟ 190 سوره بقره، 193 ببخش، قرآن 2-193. قد بقره رو هم میدونیم که خیلی خوب.
این اینو گفتی؟ آره دقیقا. این اون آیه ای نیست که ما در مورد شرف زدیم، ما در مورد آیه سوره انفال آیه 39 صحبت کردیم، ولی میشه گفت کپی همین آیه است، آیه ای که بار قبل در موردش صحبت کردیم، همون ایراداره داره. همون یادته که در مورد این آیه بله صحبت کردیم. بجنگیم باهاشون تا اینکه تمام فتنه از بین بره و تمام دین بشه دین الله. آره خب حالا میشه برگردی به آیه 190، سه تا چهار تا آیه برو قبلش. خب ببین این آیه بجنگین در راه، میگه بجنگین در راه خدا و بکشینشون. نه این باز همون، آره همون معنی بجنگین رو میده دیگه. شما از قتله اگه جنگیدن رو استنباط کنی همون جنگیدن، دوباره هم همون جنگیدن رو معنی میده. ولی میگه از حد نگذرونین، به خاطر اینکه خدا با کسایی که از حد میگذرونن دوست نیست. خب یعنی این که میگه که توی قرآن همین آیه از 193 از 190 از 190 تا 93 میگه که با کسایی که پیمان بستین، اگه بازم بریم آیه 191 92 93 رو باز نگاه کنیم، میگه که با کسایی که پیمان بستین شما حق ندارین بجنگین. با کسایی که، من خیلی قرآن رو خوندم، یعنی در واقع همه آیه‌هایی که در مورد جهاد، همه آیه‌هایی که در مورد قتال بود رو خوندم، توی همه‌شون این بود که خدا میگه که همش خیلیشون هم مدنی هست، اصلا ربطی به مکی بودن و مدنی بودنشون نداشت. به نظرم این تئوری کاملا رد شده است که بایای مدنی خدا رو بیشتر همون طرف شده. همین آیه نشون میده دیگه، آیه قبلش رو نگاه کن، میگه که با کسایی که باشون پیمان بستیم نجنگین. این یعنی آیه مدنیه دیگه، میگه که خدا رو هم خدای خوبی نشون میده. نه اصلا آیه های مکی توش جنگ و اینا کمتره. من نگفتیم که تو آیه های مدنی مثلا این بوده، اصلا در مورد وقت جنگی نبوده، خدا در مورد جنگ صحبت کنه. ما نگفتیم که تو آیه های مدنی جنگ با شرط و شروط نبوده. خب ما میگیم توی آیه های مکی اصلا گفته که دین هر کسی دین خودش باشه مشکل نداره. خب تو آیه مدنی درسته که جنگ با شرط و شروط بوده، ولی یه مثالایی هم ببین، تو الان فکر کنم میخوای بگی نگاه کنی این جنگ با شرط و شروط بوده و گفته اینجا نجنگین اینجا بجنگین. خب اون شرط ها شرط عقلانی هن، شرط ها شرط عقلانی هن، میگه که اگه به شما حمله کردن بجنگید. نه ببین پس اصلا نقد منو گوش نکردی، میگه وقتی که با یکی، نه میدونم شما، تو گفتی که وقتی که اصلا توی آیه مکی در مورد جنگ صحبت نمیشه، شما فقط میگه که لکم دینکم ولی دین. ببین من اگه گوش کرده باشی دفعه قبل، اتفاقا من گفتی تو الان 193 رو و 190 رو به من نشون دادی. خب من خواستم بگم 190 تا 193 اینجوریه. ببین من نقدی رو که کردم از این آیه های قرآن، من نمیدونستم حالا اینجا میتونم پیدا کنم یا نه، برای همین از 190 رفتم 191 که برم ببینم که میتونم تو این آیه ها پیدا کنم اون نقدی رو که دفعه قبل کردم، و فقط یه آیه رفتم جلوتر و پیدا کردم اینها کافرین. ببین من مشکلم با یعنی من یه ذره گشتم، تو به مثلا 193 و 190 نشون دادی، من یه آیه رفتم بالاتر، رفتم سر روی آیه 191 و اینم همش داره ببین میگه بجنگین بجنگین بجنگین، و آخرش ببین آخر این آیه همینو میگه، یعنی کذالک جزاء کافری. یعنی این حق کافراست. خب ببین تو داری، ببین که مسلمانای مثل شما میخوان به ما بگن که ببین این درباره یه جنگ خاصی در اون زمانه، خب و تو اون شرایط گفتن اینجا بجنگین، این درباره همه کافری نیست، اینا به محمد حمله کردن و این آیه ها تازه داره میگه که خب اگه بعد اینو رعایت نکردن، بعد اگه اینو رعایت کردن، بعد اگه دیگه تسلیم شدن دیگه باهاشون نجنگین، بعد اگه رعایت کردن باهاشون نجنگین، اینا کاملا منطقیه. ولی ببین همین آخر این داره، ببین مشکلش با من، مشکل این آیه، من میگم که اینجوری نیست به خاطر اینکه همش خدای شما هی میاد به ما اثبات میکنه که اینجوری نیست. این مشکلش با این آدما به خاطر این بوده که اینا کافر بودن، تازه میگه که بجنگین باهاشون پدرشون رو در بیارین و همه اینا حقشون اینه به خاطر اینکه اینا کافرن. این همش قرآن کلی اینو تایید میکنه که مشکل قرآن با این بلایی که سر این مردم داره میاد و اینکه دلیل اینکه این حقشونه
اینه، به خاطر کافر بودنشونه و هر کافر دیگه هم این حقشونه که یه همچین بلایی سرشون بیاد. نه این همش درست بود به جز این آخریش. ببین قرآن با کافرها خوب نیست، درست، ولی قرآن میگه که من میخوام دین رو یکی کنم، درست. قرآن میگه که اونا هم با شما بدن به خاطر دینتون، درست. قرآن میگه که اونا فتنه میکنن، یعنی شما رو از خونتون بیرون میکنن، شما رو از شرایط اقتصادیتون بیرون میکنن، با شما میجنگن و و و بس شما هم بجنگید، اینا هم درست. ولی شما میگی که آخر سر میگه که اینا چه خوب بودن چه بد، یعنی چه کافرها با شما جنگیدن چه نجنگیدن. جمله آخر دقیقا همین بود، مثلا ما بخوایم باشون بجنگیم به خاطر اینکه اینا کافرن، نه، این رو نمیگیم. ما با اینا میجنگیم به خاطر اینکه اونا میخوان دینتون رو از بین ببرن. نه و ببین و این آخرش میگه این حق کافراست، این خب حق کافرا اینه. خب ولی قبلش توضیح داده که این کافرایی که فتنه میکنن. من مثال برای تو زدم 262. خب مثالی که من زدم بعدم بذارم سراغ قاضی، مثالی که من زدم برای تو این بود که فرض کنیم که یک جنرال آمریکایی داره به یک گروه داعشی حمله میکنه، درسته؟ و حق هم داره که بگیم مثلا اینا گروه داعشی هم، ما بگیم خب اینا داعشه، اینا که نه میدونم، من حرفتو قبول کردم. مثلا من حرفم رو بزنم برای کسایی که بقیه نشنیدن، خب برای اینکه مثلا میزنم. ولی تو حمله‌ای که داره میکنه مثلا بعدم شکستشون، ببین مثلا تو بی سی همش داره میگه این مسلمونا رو حمله کنید، این مسلمونا رو بمبارون کنید، نمیگه این داعشی ها رو مثلا بمبارون کنید، میگه این مسلمونا رو، این مسلمونا رو نذارید فرار کنن. خب بعدم که شکستشون داد مثلا بگه که این بلایی که سر مسلمونا میاد، کسایی که مسلمونای مسلمون حق مسلمونا، پاداش مسلمونا هم همین. خب با اینکه این حمله علیه داعشیا بوده، علیه همه مسلمان نبوده، هر کسی حرف این جنرال گوش کنه اصلا این باید اخراج شه، بگه این کیه، این خطرناکه، این آدم، این به نظر میرسه مشکلش با داعشیا فقط نیست، این میخواد بزنه، میگه مسلمان ها رو بزنین مثلا بمبارد، یعنی جوری که داره در بین صحبت میکنه مسلمان بودنش اصلا مثلا اینکه مشکل داره باهاش. خب این جنرال آمریکایی، خب یعنی هر کس اگه این یه موقع لیک بشه بیاد بیرون، احتمال داره که این جنرال آمریکایی مثلا اخراج بشه، نه که بخاطر به داعشی حمله کرد، میگه خب حق بوده به داعشی حمله کرده، خب ولی حتی این نحوه بیانش اصلا ممکنه سوء استفاده بشه، اصلا خودش نشون میده که این خطرناکه، ممکنه یک زمانی به یه روسایی حمله بکنه حتی داعشی هم نباشه، ولی انقدر به نظر میرسه این عقده ای علیه همه مسلمان ها، ممکنه یه روسایی رو که فقط چون مسلمان هستن رو بزنه مثلا بمبارون کنه، اصلا حرفایی رو که داره میزنه ممکنه الگو بشه برای سربازانش که مثلا برن یه جا به یه خانواده مسلمانی رو، مثلا قرآنی که قرار الگو بشه برای همه مسلمانای دیگه، وقتی که اینجوری میاد میگه که اینا حق همه کافراست، خب این چه الگوییه برای همه مسلمانان جهان که اینجوری مثلا عقده علیه همه کافر ما در اینو داره در من و آدم بقیه تو لایف چت داره صحبت میکنه، میگه این حق همه کافرانه. آخه ببین این چه الگوییه، تو فکر نمیکنی که این حرف خطرناکه که وقتی که داره میاد میگه که ما اینا رو زدیم تو پارک کردیم کشتیم، خب این پاداش همه پاداش کافرا اینه، تو فکر نمی‌کنی خب، این نحوه بیان اگر آرمین اگر اینجوری در نظر بگی، اگه همه مسلمان‌ها یه فرقه باشن، خب چون جامعه کوچیک بوده و همه مسلمان‌ها یه فرقه بودن به فرض، خب و اگر خود اون خب ژنراله بگه که من با این مسلمان‌ها این مسلمان‌های پستو بزنین و بکشین، ولی حواستون باشه حق نداری با همه مسلمان‌ها بجنگین، اگه مسلمانی باهاتون دوست بود نباید بزنین، اگه مسلمانی با شما کاری نداره کاریش نداشته باشین، خود اون ژنراله بیاد این توضیحا رو بده. من قبول دارم این جمله عبارت بدیه، خب ولی این عبارت بعدها بد میشه به دو تا دلیل. دلیل اول این که اون مسلمون ها اون ببخشید اون ژنراله نیومده که جدا بکنه، ولی خدای ما اومده جدا کرده. و دوم این که مثالت عالی بود. خب فرض کن این جنراله مثلا جلوی مثلا بعضی موقع اومده گفته که نه ما با مسلمان ها مشکل نداریم، مسلمان ها خوبه، ما مسلمان ها رو دوست داریم، اتفاقا ما اومدیم اینجا که از مسلمان ها دفاع بکنیم. خب بعد یه دفعه مثلا وسط جمع یه مسلمان ها رو نذاریم فرار کنن، بذارین مسلمان ها بمبارون کنن. خب بعد تو اگه این لیک بشه بیاد بیرون، نمیای بگی که نه این حرفاش اونجا مشکل نداره، به خاطر که
اینجا دفعه قبل اومده گفته که مسلمان ها رو ما باشون مشکل نداریم. یعنی تو نمیای بگی که خب اونجا چون این حرف رو زده معنیش اینه که پس این حرفی که اینجا زده مشکلی نداره. تو خودت گفتی پس حتی اگه این حرف هم اونجا زده باشه این حرفش اونجا خطرناکه و بده. قبول نداری که این حرفشون خطرناکه و بده؟ حتی اگه یه جای دیگه هم اومده گفته باشه که ببین مسلمان ها رو که ما همشون که بد نیستن، بالاخره فقط داعشی ها رو ما مشکله. حتی اگه این حرف هم اونجا زده باشه، ولی اگه یه جای دیگه اومده گفته باشه که خب این حق مسلمان هست که این بلا سرشون بیاد، تو میای هنوز اینم نقد میکنی، نمیای بگی که اون حرفی که اونجا زده باشیم میشه که ما اینجا بهش گیر ندیم. قبول نداری؟ من قبول دارم. اگه خدا میگفت به کافران از قبیله فلان که دیروز با شما هم جنگ کردند و شما حمله کردند برید به جنگید، اونجوری بهتر بود. تو خب تو چه خدایی رو داری ببین تو خدایی رو داری میپرستی که تو از تو خودت قبول داری که تو بهتر میتونیستی ازش قرآن بگی. یعنی قرآن تو الان تو بالاخره چالش قرآن رو که گفت از من اگه میتونین یه قرآن بهتر بیارین، تو الان اون چالش رو جواب دادی و یه قرآن بهتر رو بردی. نه قرآن من از طرف من، از طرف خدا نیست که. خب بله، ولی تو قرآن یه چالشی به همه داده که اگه میتونین یه کتابی بهتر از من بیارین و بیارید. تو الان خودت گفتی که اگه اینو میگفت بهتر بود، یعنی تو چالش خدا رو جواب دادی و بهش گفتی که من اینجوری یه چیز بهتر، تو داری یه خدایی رو الان داری میپرستی. خب اگر همین حرف من 2000 سال دیگه بشه دستاویز یه چه یه عده دیگه، چون هنوز حرف من مورد بررسی قرار نگرفته، معلوم نیست که تو طول تاریخ چه بلایی سر حرف من میاد، ولی سر حرف خدا مشخصه که چه بلایی سرش اومده. یعنی چی میگم؟ قبول داری که سر حرف خدا به حرف خدا 1400 سال دست مردم بوده، هر سو استفاده که خواستن ازش کردن، معلوم شده که میشه از کجاش سو استفاده کرد. ولی حرف من خدا آینده رو مردم نبوده. من یه خدا آینده خدا میتونه آینده رو ببین، خدا میتونه آینده رو ببینه، ولی حرف شاید هر مدلی که میگفت سو استفاده های دیگه میشد. ببین خود خدا میگه که تو خودت گفتی اگه اینجوری میگفت از قرآن بگم. آرمین ببین میگه که اگه میگفت من باید برم، ولی دفعه بعد بیا صحبت کن در بیای دیگه. تو خودت الان قبول کردی که اگه اینو اینجوری میگفت بهتر بود. خب تو خودت درسته. گفتی بهتر بود. خب و میگی خب این چون زمان گذشته معلوم شده، ولی اینی که اینجور ولی اینی که اینجور گفته چون به عنوان یک کتاب داره ارائه میشه، نه به عنوان یک سری سخنرانی جدا از هم، به عنوان یک کتاب داره ارائه میشه که توی اون توضیح میده وقتی من میگم کافران رو بکشین منظورم این کافرایی که به شما حمله کردن، وقتی من میگم با کافران بجنگید منظورم این کافرات. نه اون جاهای دیگرش لطف کردن که اون جاهای دیگرش گفتن ما رو نزنین بکشین، ممنون. خب من اینجا شدارم میگم، خب من میتونم این قسمت رو نقد بکنم، حالا بگی بقیه جاهاش مثلا بگی مشکل نداره. من میگم اون قسمتایی که تو میگی اونجاش مشکل نداره چون شرط شروط گذاشته، من میگم اون قسمت ها این مشکلات قسمت این قسمتشو پاک نمیکنه. این که داره میگه این حق کافرینه کافراست که این بلا سرشون بیان، این مشکل داره، این خطرناکه، این باعث خشونت گرایی میشه، این باعث ظلم به ما کافرا میشه، این باعث حق من نمیدونم کی نمیتونه اینجا خداییه که نمیبینه یک همچین چیزی آخر آیش چه برداشتی میشه ازش کرد. حتی اگه منظورش هم این برداشتی نبود که من فکر میکنم هست، نمیدونست که یه همچین برداشت نمیشه ازش وقتی یه همچین حرفی آخر آیش رو میذاره. هر کسی هر منطقی نگاه بکنه میتونه بفهمه وقتی این آخر آیت میذاری داری میگی این حق همه کافراینه دیگه. یعنی من نمیدونم چه برداشتی دیگه میشه کرد از این. حتی اگه منظورش هم یه چیز دیگه بود، خب واضحه برای هر کسی واضحه که چه برداشتی از این میشه. من اگه بخوام تمومش کنم، من قبول میکنم که از حرف خدا میشه برداشت بدی کرد، این واضحه خدا. آره این واضح ترین برداشت از همین یک کلمه هست، ولی واضح ترین برداشت از کلیت کتاب نیست. من قبول میکنم واضح ترین برداشت از این که کذالک جزاء الکافرین، این واضح ترین برداشت اینه که خدا اساسا با کافرا مشکل داره و با کافرا بده، مسلمان ها رو بکشین، اینجوری میگه. این خیلی حرف بدیه، حرف زشتیه، ولی مال کلیت آن نه. من نتیجه اینه که تو از خدا خیلی بهتری. 260 قربون شما برم. خدا نگه. باشه من زیاد صحبت کردم، تو قرار کردی رفتی. نه تا مشکل داره قطع میشه.
اختیار داریم. من شنیدم که طبیعیه دیگه، اینجا جمهوری اسلامیه، وقتی تو آمریکا برقد میشه دیگه اینجا که نتخط شدن مشکلی نیستش، این عادیه. کاش 262 که بود ما رو میآوردی بالا. میخواستم ازش بپرسم چجوری فهمید که این قتلو یعنی جنگ کردن؟ مستقیم گفته بکشین. از کجا فهمیده؟ استناد به چی داره میگه که این قتلو یعنی که جنگ کنید؟ منش نیست که بکشین. من هیچ وقت دلیلشون رو نمیارن. من اینو مشکل دارم باهاشون. هیچ وقت دلیل نمیارن. ما از کجا فهمیدیم؟ از کجا فهمیدن که این قتلو یعنی این که جنگ کنید؟ منش جنگ کردن، کشتن نیست. وقتی واضح داره میگه بکشین. یا مثلا میگه ضربوه نه معروف سوره نساء. حالا به فرنچکیس به قول بابک ترجمه شده، به سفر رفتن ترجمه شده، با خلال دندون زدن ترجمه. حالا اومدیم و خلال دندون اون موقع اندازه دست بیل بود، مشکل چیه؟ حالا با خلال دندون بزنی، با استناد به چه منبعی میگه این قتلو؟ سلام مجدد خدمت 262 جان، با استناد به چه منبعی میگین که این قتلو یعنی جنگ کنی؟ معنیش کشتن نیست. نه اتفاقا معنیش کشتنه. من نگفتم معنیش کشتن نیست، فقط ترجمه عادیشو خوندم. یعنی نیست که من بگم که جنگ کنید. نه نه من نمیگم جنگ کنید، من میگم بکشین. اصلا مهم نیست. وقتی که گفته که دقیقاً دو طرفش رو استفاده کرده، وقتی گفته که اونا شما رو میکشن، با اون شما با شما قتال میکنن، اصلا لفظش همون قتال رو بکار، اونا با شما قتال میکنن، شما هم با اونا قتال کنید. خب حتی گفته که اصلا وقتی که در واقع اینجور گفته که فتنه از قتال یا از کشتن بدتره، یعنی که شما یکی رو قطع نون کنی، نذاری که نون بخوره. خب شما یکی از شهرش بیرون کنی، شما یکی از محل زندگیش بیرون کنی، رو گفته که این خیلی بدتر از کشتن. به نظر من اتفاقا همون منظور کشتنه و اشتباه ترجمه شده، ولی خب این دو طرفه استفاده شده، یعنی هم برای طرف مقابل استفاده شده هم برای مسلمان ها. آقا اگه میشه نکته های آخرتون رو جفتتون بگین، چون من واقعا 3:30 اینجا موندم. خیلی خب، حالا بحث ادامه نمیدیم خیلی. فقط تو این آیه، حرفی از جنگ کردن اونها نبوده، گفته شما با کفار جهاد کنید، نگفته اگه اونها با شما جهاد کردن. این که منظور خدا چی بوده رو بخواد مثلا من و شما متوجه بشیم، نه نه منظور نمیخوام بگم، درست باشه، این نقطه ضعف برای خداست که نتونسته منظورش رو درست برسونه. و مخصوصا به قول آرمین حرف آخرش که زالک جزاهم یعنی اینکه رسما گفته آقا دواشون همینه، آقا مثلا بزنیم بکشین، نه اصلا لیاقتشون همینه، نگفته چون دارن جنگ میکنن، گفته چون کافر هستن. حالا این بس طولانی میشه، من این ادامه نمیدم، آرمین هم خسته است. ولی خب باستم جان فقط یه چیزی بگم، 262 خیلی ما باید بهش تبریک بگیم که یعنی گوش، یعنی حاضره که آره اینا من موافقم، یعنی من خیلی من دوست دارم، خیلی دوست دارم مسلمون میاد بالا صحبت میکنیم، مثلا واسه همین کسی که توهین میکنم به مسلمونا رو سعی میکنم بند کنم، عشان تو خوشت نمیاد، ولی من تا اونجایی که بشه سعی میکنم پاک کنم، چون یه وقت طرف میکنه ناراحت بشه نیاد. نه لطفا پاک نکن تو لایف چت چیزی رو. ولی ببین، نه 262 فقط این نیست که حاضر بیاد صحبت بکنه، واقعا نظرهای مخالفش رو واقعا در نظر میگیره. میدونم چه آره، اینش خیلی خوبه. من خیلی کم دیدم تو مسلمان آره. همچین چیزی که بخواد منطقی صحبت کنن، از همین که حاضر باشن صحبت کنن خودش خیلیه، چه برسه بخواد منطقی قبول کنن. من واقعا تبریک میگم بهش، همین که می اینجا دلم میخواد بیشتر بیاد بالا، فقط یک بیاد بیشتر بذار بچه‌ها با هم دیگه چالش کنن، یکی میاری بالا و اون چالش شکل نمیگیره، خودت بشین. ما آخه این شده 3:30 فکر کنم، اگه بالا بیارم دیگه میشه 6 ساعت. ولی نه دیگه الان که نه، بعدا فقط مسلمان هم نیستن، ما خودمون هم خیلی موقع ها نظر مخالف که میشنویم فقط میخوایم دفاع بکنیم، یعنی هر چنگایی باید ببینیم خب شاید طرف مقابل داره درست میگه، میدونی لازم چه، یعنی نقد خود ما هم هست، به من هم هست، یعنی هر کسی یه چیزی رو قبول داره خیلی سخت میتونه تصور کنه که طرف مقابلش که اختلاف نظر داره شاید داره درست میگه، ولی 262 خیلی راحت باشه. آره من سعی میکنه دفاع کنه از خودش، اصلا خارج نداره که واقعیت چیه، یعنی آدم حتی اگه بخواد خونسا وارد بحثی بشه کم کم ناخودآگاه وارد اون جبهه میشه، بخواد نخواد خود به خود جبهه میگیره. خب ما باید بریم، 262 حرف آخری داری که بزنی بریم؟ نه دیگه، هم خدا نگهدارتون.